حدود 50 سال سن داشته. اسمش هم رفیع حافظی، از شرکای اصلی شرکت تجارتی بوده. بعد از یه عمل جراحی میره تو حالت اغما تا امروز عصر. شیر اکسیژن بسته شده، به همین خاطر بیمار تموم کرده. یعنی شیر هم دن بستن؟ بله. غیر از دخترش کسی دیگه هم همراهش بود؟ نه خیر، فقط خود دختره بوده، همین یلدا که دیدین. بله، من خودم شاهد بودم که اکثرا کلاسشو تعطیل میکرد که بیاد و پهلوی باباش بمونه. فقط یکی دو مورد طفلی مجبور شد که بره سر کلاس. آقا این نقیبی هم هر روز میومد پیش بابام. من بهش گفته بودم که کلاس دارم، گفته بودم اگه میتونه بیشتر بمونه تا من برگردم، ولی متاسفانه نتونستم منتظر یلدا خانم بمونم و مرام حافظی رو تنها گذاشتم، متاسفانه. و قرار کلاس چو گذاشتی؟ چیا خبردار شدن؟ به چیا گفتی؟ هم کلاسم. خب آقای نقیبی و مامانم. وقتی ملاقات ساعتی 3 تا 5 دیگه، بله؟ بله، و من میگم دقیقا این اتفاق بین 5:30 تا 6 افتاده. چی تو؟ ببینیم، بیمار ساعت 5:30 تزریق داشته و پرستار میره که آمپولشو بزنه، پس زنده بوده اون ساعت. از طرف دیگه اگر 1 ربع تا نیم ساعت به بدن بیمار اکسیژن نرسه تمام میکنه. و بازم از طرف دیگه ساعت 6 ما خبردار شدیم که بیمار تموم کرده. پس به این دلیل من میگم که بین 5:30 تا 6 این اتفاق افتاده دقیقا. والا وقتی میخواستم تزریق کنم، ببخشید اشتباه اومدم. پس یه دست گوری روز. خب وقت مشخصات دیگه هم داشت؟ مشخصات چه تو چشم بیا؟ یه اینک دودی زده بود، یه خال سیاه هم اینجاش داشت. آره، یه خال سیاه اینجاش بود. اینک دودی داشت، یه خال سیاه هم اینجا داشت. دست گل چی؟ دست گل گل روز بود، مثل همین. شاید هم همین بود. شما معمومی؟ بله. کارتتون داریم؟ خب حالا هر سوال داریم بگین تا من جواب بدم. گفتم که میخواستم این دستگل از شما خریده یا نه. بله، از پشت پنجره بود، بعد شاخ و برگا جلو صورتش رو گرفته بود و نتونستم خوب صورتش رو ببینم. ولی یه عینک دودی به چش داشت و یه خالم گل فروشه این زنه رو خوب یادش مونده، به خاطر اینکه باقی پولشو نگرفت و با عجله رفته. باز دربون بیمارستان خوب این زنه رو یادش مونده، به خاطر اینکه پول نسبتا خوبی بهش داده. خونداد از چه بتونه خارج از وقتی ملاقات وارد بیمارستان بشه دیگه، بله؟ بله. من توی دارو ترجمه کار میکنم، از انگلیسی و فرانسه یا بالعکس، بیشتر تو خونه کار میکنم. فقط هر روز صبح میرم یه سر میزنم دارو ترجمه و کارهای آماده شده رو میدم و کارهای جدید رو میگیرم، بعد میام خونه. دیروزم همینطور. 4 سال پیش از رفیع حافظی جدا شدم، با نفرت جدا شدم. میبخشی دخترم، الان لازمه که سریع حرف بزنم. ببینم یلدا، این آقای نقیبی زیاد میاد خونه شما؟ آقای امیر حسین اوسیا، شما به عالم و دنیا مشکوک باشین، اما تو رو خدا یه وقت این فکر رو نکنین که. نگران نباش آقای بازپورس. بله. من اون ساختمون رو بالا نکشیدم، مدارک کافی هم دارم. آقای نقیبی، من هم چه حرفی زدم؟ چه حرفیو؟ این که شما ساختمون رو میخواستید بالا بکشید. نه، ولی منظورتون همینه دیگه. منظورم؟ بله دقیقا همینه. این حرفم زدم، اما نه حالا و نه اینجا. آقای نقیبی، شما با یه تلپاتی خیلی قوی داشته باشین که حرفایی که تو قیابتون زده میشه میشنوید. حالا تو به کجا رسیده؟ هنوز دنبال زنی خال داری؟ زنی خال دار، اینه چه دودی، دست گلی روز،
یخچال چیش خالی بخاری نون خشک میخریم نبود. بفرم. سلام. سلام. خانم خردمند، خانم خردمند، بفرمایید. ببخشید خانم خردمند، شما همیشه اینه که دودی میزنید؟ نه، خاطر چشم. ببخشید خانم خردمند، شما آقای وسیا، ببخشید من بعد میگفتم که خانم خردمند همسر مرحوم حافظی هستم. من همسرشم، از اون بچه دارم، البته هنوز که نه، تو راهه. به هر حال بدون تسلیت میگم، متاسفم خانم. خانم خردمند به گفته خودشون تا امروز صبح نمیدونستن که مرحوم حافظی فوت شده. بله، من از طریق دختر داییم متوجه شدم. دختر داییم تو بیمارستان کار میکنه. تلفن میکردم بیمارستان، حالا حافظی رو همیشه از اون میپرسیدم. دیروز شیفتش نبود، امروز صبح که اومدم شرکت بهش تلفن کردم، گفت حافظی تموم کرده. باورم نمیشد. بعد این آقا اومدن دنبالم، اومدن اینجا. حالا چرا ازدواج خودشو با شما پنهون میکرده؟ به خاطر دخترش، دخترشو خیلی دوست داشت، هم دوست داشت هم ازش حساب میبرد. میگفت اگه بفهمه ما با هم ازدواج کردیم نمیذاره زندگی آرومی داشته باشیم. آخه تا کی میخواستی به این پنهون کاری ادامه بده؟ نمیدونم، میگفت حداقل تو به دنیا اومدن بچه باید صبر کنی. شما با هم زندگی میکردین؟ خب معلومه، گفتم من زن رسمیشم، فقط روزه آخر هفته با دخترش بود. حالا شده بود بیمارستان بری ملاقاتیش؟ پس نرفتم تا قبل از عمل دومش، اون سه روزی که هنوز یلدا خبر نداشت مرتب میرفتم به دیدنش. ولی خواهش میکنم نیا خانم. خواهش عجیب و بیمورده ها. عجیبه، بیمورده، احمقانه است. اما به خاطر آرامش من، آرامش خودت، سلامتی بچه، نه من تا چند روز دیگه مرخص میشم، فکر رفتم مسافرم. یعنی دختره به اینقدر وحشتناکه؟ اگر پاش بیفته پدرم رو در میگه. چی کنم؟ مادر یلدا کارش میکنه، دریق از یک روز خوش. نرفتم بیمارستان تا قبل از اینکه بره توالت کما، تلفن میکردم بیمارستانو باش حرف میزدم،
اینکه رفت حالت کما و بعد از اون یکی دوبارم رفتم بیمارستان و یواشکی دیدمش. آسمونت به زمین بیاد. آخه آدم جرات نداشته باشه شوهر خودشو. خانم خردمند، شما پریروز ساعتی 5:30 تا 6 بعد ظهر کجا بودی؟ چطور مگه؟ مهمه، برای اینکه مرحوم حافظی بین ساعتی 5:30 تا 6 کشته شدی. پریروز پریروز تو خیابونا دنبال یه نشونی. بیشتر توضیح بده. چند روز پیش بود یه خانومی تلفن کرد محل کارم. لباس هندی؟ کی؟ کجا؟ آها خیلی خوب. ببخشید شما از کجا؟ یعنی چجوری میدونستی من؟ آها بله بله اکرم جون بله. خانم خیرتمند خواهش میکنم. بله بله برای خیلی ممنونم از لطفتون. حتما حتما زنگ بزنی. من معمولا ساعت 4:30 تعطیل میشم، حالا یه روب دیرتر یا زودتر، حالا هر موقع شما فکر میکنین لازمه من میتونم در خدمتتون باشم. خواهش میکنم. باشه هر ساعتی شما بگید. پس منتظر تلفنتون هستم. خیلی ممنون. پس گفت معرفی شما به اون اکرم خانم بوده، بله؟ بله. حالا این اکرم خانم چی هست؟ یکی از دوستای قدیمی، با هم دوره داریم. بله. خانم معذرت میخوام، خانم خدمت، این قضیه لباس هندی چیه؟ شما علاقه خاصی مثلا به لباس هندی دارین؟ آخ من پدرم قبل از انقلاب تو سفارت ایران تو دهلی کار میکرد، من اصلا دوره ابتدایی رو اونجا گذروندم. خانم خردمند، آخرین باری که از لباس هندی استفاده کردین با آخرین باری که اکرم خانم دیدین کی بود؟ 2-3 ماه پیش بود توی یه مهمونی خونه همین دوستم اکرم خانم. وقت تنها بودین؟ یعنی منظورم این است که شوهردونم بادون بود؟ نه خیر، مهمونه زنونه بود. البته آخر وقت شوهرم با ماشین اومد دنبالم، یعنی ما با همدیگه برگشتیم خونه. خانم چی تو شو؟ چه گفته بود تلفن میکنه؟ تلفن کرد دیگه؟ بله تلفن کرد. من محل کارم بودم، آخر وقت بود، داشتم میرفتم خونه، داشتم وسایلم رو جمع جور میکردم که تلفن کرد. بله بفرمی. ها بله بله لباس هندی. حال شما خوبه؟ منتظر زنگتون بودم. خوبین شما؟ بله بله. امروز؟ ای بابا فقط همین امروزه؟ من فکرم زودتر شما خبرم میکنی. بله نمیدونم مثلا یکی دو روز زودتر میگفتی. خواهش میکنم. نه بابا دشمنتون شرمنده. بله بله خب مانع نداره، ولی گفتم برم خونه حداقل یه مقدار پول بردارم دوستامو خبر کنم. آها نه متاسفانه الان اصلا دسترسی بهشون ندارم. بله بله آها آها یعنی میتونم؟ بله بله میتونم بیام انتخاب بکنم بذارم که آها باشه باشه مانعی نداره. بله بله خیلی خوب. پس بفرمی خواهش میکنم. بفرمی. بله بله میدونم خیابانه. اجازه بدین. بله بعدم شما را افتادیم دنبال اون نشونی، بله؟ بله با ساعتی 5:30 تا 6 بعد ظهر تو خیابونا دنبال اون نشونی بودی؟ بله البته اون نشونی اشتباه بود، یعنی اصلا همچین نشونی. خانم خدمت کجا بودی نشونی؟
آدرسش هنوز همراهمه. چیزه دادین؟ نزدیک بیمارستان بود. بله. خب شما که تو نزدیکی بیمارستان رفتی به فکرتون نرسید که خب یه سری هم به شوهرتون بزنی؟ نه، اون روز شیفت دخترداری نبود. راستش من تنهایی جرأت نمی کردم. خانم خردمند، شاهدم داریم؟ که چی؟ که ساعت 5 تا 6 بعد از تو خیابونا دنبال نشونی بودین. ده شاهد ندارم، البته راننده شرکتمون منو رسون تا چهارراه نزدیک بیمارستان جلوی گلفروشی پیاده شدم. اینکو خالو بله نمیتونم چهره رو تشخیص بدم. اون روز یه لحظه بیشتر ندیدم. نه 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 یعنی چی؟ یعنی اون خانم نیست یا به جا نیوردی؟ به جا نیوردمش. نه خانم خانم نیست. خوب دقت کن شما. خانم خالش اینجا بود. خب این خانه حالا خالش اونجاست دیگه. اینجاست. نه نه اینجا بود. اینجا بود. نیا کن شما الان در طرف راست بود یا چپ بود؟ چپ بود. راست شم این اون خال نیست، خالش اونجا بود. این همون گل فروشیه. راننده شرکت گفتش که ساعت 5:30 خانم خردمند جلوی این گل فروشی پیاده کرده. خانم خردمند گل خریده و که عجله داشته و باقی پولش نگرفته. اگه حساب کنیم که مثلا 10 دقیقه گل خریدنش طول کشیده باشه، بیمارستان هم که همینجاست. پس خانم خردمند میتونسته ساعت 5:30 جلوی اتاق 209 بوده باشه که اون موقع پرستار دیدتش. اجغاز یه تلفن اون خانم برای خرید لباس هندیا دنبال نشونی جشتنه. خانم خردمند همش من درر یا دروغ باشه چرا آدرس ها دورو برای بیمارستان داره؟ خب میتونست اینجا دورتر از بیمارستان بده. خب برای اینکه اگه کسی اونو این حواله دید توجیه داشته باشه. مصطفی خانم خرد من زنشه، ازش به چه داره؟ خب به همین دلیل ارث بیشتری بهش میرسه. مصطفی بیمارستان هم آهنگ کرده که پرستارا نجهبان باشن؟ بله فردا عصر. آقا این قضیه خالو بالاخره نگفتین ها، فقط سر تکون دادین. مصطفی باشه تا تو خونه. خانم جون چه سابقه ذهنی نداره؟ نه خانم جون شما رو دونه از اون ور میکنین. هر وقت من گفتم رو دونه برمیگردونین یه خاله رو صورت مصطفی جا خالی صورت مصطفی رو صورت خودتون نشون بدین باشه؟ رو دونه ها از اون ور کنین. خانم جون برگردی؟ کجا؟ میبینی مصطفی؟ باشه خود آینه
من طرفی راچس موندم، اون طرف چپا نشون میده. درست. جالبه. من حسن نمایش فهموم شد؟ زنده باش. خیلی ممنون. از شما در نکنم. چه نکته ظریفی. شما مطمئن بودین؟ حالا باید بریم بیمارستان تا کاملا مطمئن بشیم. یه دست گل روز داشت، یه اینک دودی زده بود و یه خال سیاه هم داشت. خال کدوم طرفش بود؟ خال سیاه اگه اشتباه بود. اصلا یادم نیست. خانم فرمانی یه مرتبه دیگه اون سهر داره برای ما مجسم کنیم. من داشتم آمپول برای تزریق آماده میکردم که یه صدای پشت سر من اومد گفت ای ببخشید. من برگشتم. ببخشید یه دست هم کنم. چند دقیقه روز بود. حالا مثلا من داشتم آمپول برای تزریق آماده میکردم یه صدای پشت سر من اومد گفت ای ببخشید. من برگشتم یه خانومی رو دیدم که عقب رفت شماره اتاق رو نگاه کرد گفت اشتباه اومده. بعد رفت. خب آقا مصطفی بیایی. خال کدوم طرف بود؟ خال اینجا. این طرف؟ نه اینجا. این طرف؟ بله. از کجا مطمئنی که این طرف بود؟ آخه اون خانم طوری ایستاده بودن که من فقط این طرف صورتشون رو میدیدم، به طوری که دستگل رو گرفتن این طرف صورتشون و دیوار رو به صورتشون بود. اینجوری؟ بله. پس خال قطعا این طرف بود. بله. اینجا بود. اینجا؟ نه اینجا بود. اینجا؟ بله همینجا. پس اینجا نبود؟ نه. از کجا مطمئنی که این طرف بوده؟ دره که باز کردم اومد تو، خالش دیدم اینجا بود. پس خال سمتی چپی صورت بوده؟ چپ و راستشو نمیدونم ولی اینجاش بود. خب پله هم رفت بالا. مصطفی بی زحمت بریم بالا. خب بعدش؟ پله ها که داشت میرفت بالا قشنگ یادمه دیگه خالش من نمیدیدم. دیدی مصطفی اونجوری که پرستار و نگهبان میگفتن خال قطعا سمت چپ صورتی خانمی بوده که تو بیمارستان پیدا شده، در صورتی که خالی خانم خردمند سمت راست صورتش بوده. بله اگه خانم جان اینجا بود میگفت امیر حسین خیلی باهوشه. مصطفی حالا که اون نیست خب تو بگو. چشم. خب بگو. چقدر تو چه نستی؟ بنابراین خانم خردمند احتمالاً زن خالداری نیستش که توی بیمارستان پیدا شده. ندیجه احتمالاً نه قطعاً. احتمالاً قریب به قطعاً. حالا باید دنبال یه زن خالدار دیگه بگردیم. یا دنبال یه زنی بی خال. بله یا یه زن بی خال. یعنی به همون راحتی که من تونستم خالدار بشم. بله.
بهتون گفتم از حافظی متنفر بودم، از مردشم متنفرم، هیچ چیزشم به من مربوط نیست. بله خانم فرزانه شما فرمودی، منتها یه چیزهایش ممکنست به شما ربط پیدا کنید. اینست که خون سردتون رو حفظ کنید و به سوالا جواب بدید. باشه بفرمایید. خیلی ممنون. خانم فرزانه شما یه دوست داریم به نام خانومی فهیمی. بله. و خانم فهیمی هم یه دوست داره به نامی اکرم خانم. خب. بله. اکرم خانم دو ماه و نیم پیش یه مجلس مهمونی زنونه داشته که شما توسط دوست اکرم خانم یعنی خانم فهیمی دعوت بوده. انشالله که ایدونه. خب بله. تو اون مجلس مهمونی زنونه یه خانم بود با لباس هندی و یه خالم زیر لبش. این حالا یه خال زیر لبش یادم نمیاد. مهم نیست، چون اکرم خانم هم یادش نمیاد که درباره اون خانم هندی پوش با شما حرفی زده باشه. به هر حال اون خانم تو اون مجلس بوده و آخری شبم یه آقای با ماشین میاد دنبالش شد که با هم برن. شما میتونسته از پنجره یه خونه اکرم خانم اون آقا را دیده باشی. اون آقا خانم فرزانه رفیع حافظی شوهری سابق شما بوده. هیچ بعید نیست. چی؟ چه شما از پنجره اونا دیده باشی؟ که شوهر سابق من یه خانمی رو سوار کرده باشه اصلا عجیب نیست. بله. حالا روز قتل حافظی یعنی تو اون فاصله چه شیری اکسیژن بسته شده یه خانم با عینکی دودی و خالی زیر لب تو بیمارستان جلو در اتاق مرحوم حافظی دیده شده. خب شما گفتید بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر اون روز، یعنی دقیقا اون ساعتی که حافظی نفسش از بی اکسیژنی بند اومده است، شما داشته تو خونه کار میکرد. بله گفتم خونه بودم کار میکردم. بله آقا مصطفا. خانم فرزانه خانم شما همه کارهای خونتون رو خودتون انجام میدین؟ چطور مگه؟ مثلا شستن و خرد کردن سبزی برای فریز کردن. نه یه خانمی هست این کارا رو برام انجام میده. بله همون خانمی که میگین این کارا رو براتون انجام میده روز قتل حافظی همون حدود ساعت 5:30 اومده در خونه شما که سبزیای خرد کرده رو بهتون بده. ولی شما نبودید. من خونه بودم. همسایه طبقه بالای شما گفت که اون خانم مدت‌ها پشت در آپارتمان شما بوده، زنگ می‌زده ولی هیچکس درو باز نکرده. بعد آخر سرم اون خانم سبزیای خرد کرده رو میده به همسایه طبقه بالا. میگه ما شما اومدیم بدم به شما. من خونه بودم آقا. زنگ خونه ما اتصالی داره بعضی موقع نمیزنه. شاید هم همون بودم و صدای زنگ رو نشنیدم. حدود 1 ساعت بعد از اینکه اون خانم سبزی‌ها رو میده و میره، همسایه طبقه بالای شما دیده که شما برگشتید خونه. از بالکن دیده. خب ممکنه رفته بودم چیزی بخرم. خانم فرزانه شما قصه های پلیسی ترجمه میکنی؟ یه موقع این کارو میکردم. کاشی فقط ترجمه میکردید. ترجمه لطفاً یه خال زیر لبتون بذارین، عینک دودی رو هم بزنین. برای چی؟ این کارا برای
چی؟ چرا مسخره بازی در آوردی؟ مگه اینجا تئاتره؟ آخه برای چی؟ لطفاً سمت چپ بذاریم خانم. خوب شد؟ خیلی ممنون. بله. شما این خانم رو میشناسین؟ بله. دروغ میگه. این کی هست که اصلا بگه منو میشناسه یا نمیشناسه؟ ایشون نگهبان بیمارستان هستن. پدر من خوب نگاه کن، دقت کن، یه مرتبه بی خودی نگو، یا ایشون همونه؟ بله. همینجوری عینکی دودی و خال و بله، ایشون همون خانومه. بله. دیر وقت بود، وقت ملاقات تموم شد و اومد، من راش دادم رفت و همون خانومه. چرا دروغ میگی؟ داره مزخرف میگه، همش هزیونه. تئاتره. خیلی ممنون، بفرمی. خانم فرزانه، اون زنی که شما سعی کردین خودتون رو شبیه اون در بیارین، خانم خردمند، زنی رسمیه، حافظیه، او ازش به چه داره؟ البته هنوز چه نه، به چشون تو راه است. خانم فرزانه، شما اون به چرا یتیم کردی؟ یتیم؟ صفت، مگه اون نامرد یلدای من یتیم نکرد؟ حقش بود. اگه میدونستم اون زنشه، هر دوشونو میکشتم. آقا مصطفی، من سوالی ندارم. بفرمایید. یه سوالی دارم، اشتباه من چی بود؟ قتل. قتل خانم. با این کار فکرم آتیه یلدا رو تعمیم میکنم. فکرم اگه با اون زن ازدواج کنه، اون زن همه ثروتشو بالا میکشه، دیگه برای یلدا چیزی باقی نمیمونه. تازه نمیدونستم با هم ازدواجم کردن. بله، حافظی ازدواجش از همه مخفی کرده بود. یه سوال دارم خانومی فرزانی، تأمین یعنی چه؟ واقعا تأمین آتو یعنی چه؟ نگفتید اشتباه من چی بود؟ نکته که سری نخی همه سری نخهای بعدی شد، جای خال بود. شما در مورد جای خال اشتباه کردی. خانم فرزانه، این اشتباهی که شما کردی، همه ما کردیم، پرستار، نگهبان، آقای نجم، همینطورم من. اشتباه طبیعی بود، منتها اشتباه اصلی تری که شما مرتکب شدید این بود که فکر نکردید چه قصه پلیسی، قصه است. قضیه تو واقعیت کلی فرق میکنه. مادر من همیشه میگه اون چه تو خونده من از بر کردم. بله، اینم میگم، بار کج به منزل نمیرسه، یا سر بیگناه پای دار میره. مصطفی ولی... شعار نده. بله، بفرمایید. خانم
خانم فرزانه چی فرزون؟ ببخشید خانم فرزانه، یه سوال ازتون دارم که ممکنه جوابش تو تخفیف مجازاتتون مؤثر باشه. شریک مرحوم حافظی آقای نقیبی تو این ماجرا چه نقشی داشت؟ یلدای من پدرش از دست داد، از همین حالا منو از دست داد. بذارید تصویری که از من داره براش باقی بمونه، اون تصویر خرابش نکنید.